امام رحلت که کرد سرآغاز حوادث جدیدی شد، طبیعی هم بود. اولین نکته رو بگم که قبل از اینکه امام رحلت کنه، امام موارد خاصی رو تعیین کرد برای بازنگری قانون اساسی. مثلا در اردیبهشت، حالا شما دقیقا چه میبینید چه تاریخی بود، 20 نفر امام برای بازنگری قانون اساسی تعیین کرد، به نام منصوب کرد، 5 نفر هم اجازه داد که مجلس انتخاب کنه. که اینجا این نکته هم که باید بگم اینه که تنها نهادی رو که امام خارج از اون 20 نفر اجازه داد افراد انتخاب بشن به رأی نمایندگان معرفی بشن مجلس بود، که جمعاً 7 نفر از مجلس تو 25 نفر بودن. من و آقای هاشمی اصلا تو 20 نفر آمده بودیم، آقای رئیس مجلس. 7 تا دیگه از اعضای مجلس انتخاب شدن. درست موارد خاصی هم تعیین شده بود، از عنایات خدا می بود که اون موارد خاصی هم موارد شده بود. که چند مورد بود که اینجا قانون اساسی اصلاح کنید، مثلا مثل شورای عالی قضایی، مثلا مثل قوه اجرایی نخست وزیر و رئیس جمهور یکیشون بشه، یا مثلا رئیس جمهور یا نخست وزیر محور کار بشه، رئیس جمهور صرف تشریفاتی تشریف واجده باشه به وزیر کشورا. به شما که عرض کنم رهبری، چون اونجا صراحت داشت قانون اساسی که یکی از مراجع تقلید، ولی برداشتش رو به عنوان که یه مجتهد باشه، لزومی نیست حالا مرجع تقلید باشه، یکم راجع به صدا و سیما و اینا. بعد اینا مشخص شد، کار ما هم شروع شد. در اثنایش امام رحلت کرد و این نکته هم بگم، همون جاهایی رو انگوش گذاشته بود که موجب اختلاف شده بود، اختلافی که نخست وزیر و رئیس جمهور داشتن اجرایی، اختلافی که قوه قضاییه شورای عالی قضایی با هم داشتن که تبدیل به قوه قضاییه بشه، اختلافی که تو صدا و سیما به وجود می آمد، چون همین اختلافاتی این به وجود می آمد که عرض کردم من حتی در این مجلس دوم جوری سر وزیر نخست وزیر اختلاف بود که اون قضیه 99 نفر رخ داد. صبح آقای آیت‌الله منتظری بر خونه بودم، به من تلفن کرد که اختلاف الان وجود داره، شما از قول برم به مجلسی ها بگید که اختیار با خودشون همون رأی بدن، با آقای مهندس موسوی رأی ندنیم، تبعاتی داره، عوارضی داره. که منم رفتم، درست وقتم رفتم کسایی دعوا بود تو مجلس، دعوای گفتگو هم باید خب یه چنین چیزهای وجود داشت. خب امام که رحلت کرد و قضیه آقای منتظری هم بود، صورتی که اشاره کردم رخ داده بود، اینجا حالا دیگه سرآغاز یه سله مسائلی است. اولی مسئله رهبری طبع که بازم صحبت شورا بود، صحبت فرد بود، ولی اونچه که حاصلش از مجلس خبرگان به وجود آمد انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای بود و فردی شد، جمعی نشد. حتی اینجا من یه داستانی هم تو بگم که من محافظ کردیم جمعی میشه، شورایی میشه، ما بازدگری قانون اساسی بررسی میکردیم، یه روز خبر دادن که وضع امام بده، بیاد بالا. ما اصلا جلسه رو تشکیل ندادیم و آمدیم بالا. وقتی آمدیم دیدیم امام دیگه در حال کمای و وسایل پزشکی بسته، تنفس هاش بسته.
اتباع مادر نشسته من یادم جناب دکتر فاضل که جز جراح بود یا جراح امام بود آمد گفت که امام توی قضیهش تمام این حالت رو که 9-10 سال طول بکشه یعنی دیگه برگشتی وجود نداره اینه وقتی اون گفت خب آقایون به فکر افتادن که باید از خبرگان دعوت کنن که بیان در همون دفتر امام در یه قسمتی آیت الله استاسد طاهری اسوانی آقای جی و قره آدی آمدن منم باش بودم کمکش میدادم که با خبرگان تماس میگرفتن که شما حرکت کنید به سمت تهران در واقع او به اونا میگفت منم کمکش میگرفتم و اون چون عضو خبرگان بود و عضو هیئت رئیسه بود او به اونا میگفت و اینا شروع کردن اطلاع دادن امام مولا حیات داره اما حیاتش به همین صورتیست که عرض کردم بعدم خیلی منقلب و همه خیلی ناراحت بودن در اسنا بعد از گفتن فاضل و مطلب ره در یک قسمتی تو همون ساختمانی که یک قسمتش هم امام بستری بود تو همون بیمارستان بقیت الله جمارون رؤسای یا هیئت رئیسه یا بزرگان خبرگان جلسه کرده بود ما هم داشتیم کار خودمون انجام بودیم عضو خبرگان هم نبودیم که دعوت داشتیم یه دفعه رو توی اتاق وارد شدن که کار ما انجام بدن کاری که اونجا انجام میدادیم با اون حالت آشفتگی که داشتیم یه وقت دیم آقای مرحوم آیت الله مشکینی آقای آیت الله اردبیلی آیت الله خامنه‌ای آقای امامی کاشانی آقای هاشمی اینا نشسته اینا شیادم میام آیت الله مومن اینا نشسته بودن اونجا آقای هاشمی به من شرکت فلانی شما هم بیا بشین من هم رفتم و اونجا هم نشستم بینم چی بس چشون دعوت کرد بود بشین وقت رفتیم بخون باید چی کار کنن راجع به رهبری سخن هیچ از فردی نشد اونجا از اینکه فردی رو بکن صحبت از شورایی شد و آقای هاشمی هم گفت که 3 نفر مورد نظره اگه بخواد 3 نفر باشه یه نکته مهم اینجا هست من اینه برای او جهت بگم مهم و با آقای گفت به نظر ما آقای مشکینی آقای اردبیلی و آقای خامنه‌ای اگه بخواهم 3 نفر باشه اگه بخواهیم 5 نفرم باشه آقای جنتی و آقای جوادی هم باشه 5 نفر اینجا گفتم اونو میشم صحبت جمعی و شورای و اینا بود یکی از آقایون که شاید حالا مصلحت نباشه اسمش ببره چون نمیدونم حالا مایل یا مایل نیست برکش که خب ببین حالا که اینجوریه پس آیت الله منتظرم بذارید اونی هم که حذف شده یا امام مخالف بوده فردی بوده اما حالا که دل شورای جمعی خونم باش حالا بعضی هم اونجا مخالفت کردن که ما هم حرف زدیم اونجا و هر جهت تقریبا جمع نظر داد نه مطلع نظر زبانی نه نظر زبانی یکی 2 نفر صحبت کردن که نه و از کناری قضیه هم عبور کردن خب شب و تلفون هم کردن که بیایی تو دارین هم تلفون میکنن که آقایون حرکت کنن بیان و با که فردا دیتون بیت امام بودیم و اونا هم در مجلس جلسه شده تشکیل دادن اما ما همونجا بودیم و آقایون باز نشسته بودن صحبت میکردن ما یه قدم جا نشستیم و پاشه اومدیم بیرون از اتاق
من صحبت رو گردن چه کار کنن من دیگه نمیدونم صحبتی دیگه شد نشد چه جوری بود به حدی که بودی بود مسلم که یا سه نفر یا پای نفر که در همین اسنا اینجا بازی نکته مهمی هست یه وقت پزشکی دیدید دارن گریه میکنن و بچه هم پشت شیشه و ایستادن تماشا میکنن ظاهرن پزشکا رفته در سینه امام فشار میدادن احساس میکردن قلب ایستاده که حرکت کنه بچه ها زدن به گریه و حاج احمد آقا رفت داخل جایی که امام بستری بود یه دفعه آمد بیرون و گفت که تموم شد یعنی همه زدن به گریه و عده اونجا بودن و طرف های قروب هم بود که آقای متشه اونجا نشسته بود که بود من بود همه گریه میکردن آیا شد که برای جا نشستی چی باش برو دنبال کارت چون وزیر کشور بود هم یه من شرایط اینجوری بود و زن ها آمدن و شروع کردن گریه کردن آیا شد آمد که گریه نکنید صداتون منعکس باشه اونا رو هم رد کردن و رفتن ها که هیچی دو بود اونجا دیگه رو کردن که بطن ما نوشته و گریه و ناله و اینا بعد یکی از آقایان هم بعد یه پیشنهاد کرد گفت که ما نگیم که ما رحلت کرده چون شاید هم رادیو گفته بوده که امام حالش خوب نیست گفتن بگیم که امام از حالش خوب نیست تا حالا خبرگاه برسن تا بینیم چی کار کنیم و به مردم هم دعوت شو کنیم بگیم برن برای دعا و سنا و اینا تو خانه خدا تو مساجد مردم جمعه رو نهان تو که میرفتیم تو مسیر دم و خونه های استاده بودن همه نگران بودن این رفت آمده ای که داره میشه پشت سر هم میرن میان و یه خوردی تحمل شد من رو ماجه احمده ها مفنه اعلام بشه صبح اول وقت اعلام بشه بعد تعبیر شد بود که امام الله عمرشی بود که با سادهانه با مردم حرف بزنه حالا ما اینجا میدونیم امام رحلت کرده و بعد بیایم به مردم بگیم بریم مساجد و گریه کنید و ناله کنید تو از این چیزا امروده به بخار امام بد رضا برا شد صبح اول وقت قاعد دارد بگن که اونجا دیگه شلو بود من نموندم که رفتن ادهی قاعدتا دنبال قسل و اینا دوازه اونا بود ما بگیم که خانه های مجاور اونجا موندیم شب اونجا چند نفر بودیم موندیم بعضی دوستان هم اونجا موندن برا قسل و این چیزا موندن بعضی تو خصوصی ها من مخصوصا چون خیلی از نزدیک بودم نزدیکان بودم اونجا نموندم آمدم که دیگران هم که حالا رد میکنن یا میرن بهشون بر نخورم یه صبح زود باشده رفتم اونجا و شما که عرض کنم توی رادیو و مثلا قرآن شروع کرد و ابلاغ شد ابلاغ شد که دیگه قوغا شد جماران جمعیت به سمت جماران حرکت کرد و بعد هم شب همون هم خست داده بودن کارشونه انجام داده بودن خبرم میرسید که جلسه خبرگان تشکیل شده اونا هم دارن بحث میکنند جلسه خبرگان هم تو مجلس تشکیل میشد یعنی مجلس شورای اسلامی که تو همون چی آذربایجان کجاست که قبل ما ها بودیم میدونهور اونجا اونجا ها تشکیل شد سال ها بود سطوره بود اونجا تشکیل شد خبرگان هم اونجا تشکیل شد اینجا هم باز یه داستانی هست که داستان هم به توی قابل تعمله خیلی عجیبه طبق معمول جلسه اونجا تشکیل شد و اخبار میرسید که وصیت نامه امام داره قرائت میشه و اینا بحث بود و اینا و تدوین قانون اساسی هم اونجا تشکیل شد
همون روز هم که داشتیم بازدگری قانون اساسی میکردیم، بازدگری قانون اساسی هم اونجا میشد، مجلس سالانه خبرگان هم اونجا میشد. ولی از بعد از قرائت وصیت امام بدون صورتی مطرح میشه که من چون حضور نداشتم باید نقل از دیگران بکنم، چیزی نمیخوام اصلا از دیگران نقل کنم اینجا که چه بحثای شد و چه بوده شد و راجع به فردی و راجع به جمعی و این چی گفتن یه چیزای بیشتر من از جناب آقای موسوی خوینی ها شنیدم که و دیگران که گفتن چه قضایی ها شد میخوام حتی خودشون تو خاطراتشون یا فرمودن یا میگن، من چون اونجا نبودم نمیدونم چی شد. به هر جهت منجر شد به رأی آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر شد. و اینجا گفتم اون نکته که جالبه برات بگم اینه که اصلا شما ببینید چی کارا چجوری شروع شد. این آخرین جلسه که از اول انقلاب تا حالا که جلسه خبرگان تو اون ساختمون شروع شد، چون دیگه با یه فاصله طبعا قانون اساسی چیز شد که حالا راجع به قانون اساسی به قدی توضیح میدم براتون که خیلی عجیبه. آخرین جلسه خبرگان اونجا بود، چون دیگه بعدش رئیس مجلس عوض شد و منی که نایب رئیس اول بودم هم دور دوم هم یه سال دور سوم رئیس مجلس شدم، دیگه اصلا خبرگان اونجا تشکیل نشد. یعنی سال بعدش که سال 69 بود خبرگان یا سالانه بود یا فوق‌العاده بود هرچی بود تشکیل شد، ابتدا مخیل کردیم همینجا تشکیل بشه. کارکنان اداره قوانین هم که اونجا کار میکردن و همه کارا رو انجام میدادن آمدن گفتن مجلس شروع میشه، من گفتم اگه بتون اعلام کردن خودتون رو آماده کنیم همونند گذشت. بعد دیدیم نه تو اونجا که یادم یا اینو باید بعد حتما جویا بشیم و اینا، در برای اولین بار در حسینیه امام کنار دفتر خدایت‌الله خامنه‌ای رهبری اونجا شروع شد جلسه و دیگه مجمع اونجا تشکیل نشد که خب اینا تلقی هایی داشت و اینا طبیعی برداشته چیزی که ده ساله اونجا تشکیل شد اون همه جلسات خبرگان تدوین قانون اساسی اونجا بوده، سال اونجا بوده، رحلت امام و قرائت امام و انتخاب جانشین اونجا بشه، حالا که شروع نشد یه نشون دهنده کنار گذاشتن و حذف یک جریانی بود یا به عبارت دیگه یه حالت نامحرمی. اینو یه تصحیح بکنم، تا جلسه امام بود و بازدگری قانون اساسی بود جلسات همونجا شروع شد. وقتی که دیگه امام رحلت کرد، چون آقای خامنه‌ای هم عضو خبرگان رهبری هم بود، تو نوع جلسات می آمد می نشست، لذا جلسات منتقل کردن به همون ساختمان ریاست جمهوری که اون روزا بازد خامنه‌ای رئیس جمهور بود، بعضی چیزا هم باید امضا کنه که او امضا میکرد. این همون نکته رو بکنم. اما خبرگان بعدی که شروع شد برای اولین بار بردن حسینه امام کنار خونه و ساختمان و دفتر رهبری، این هم یه نکته بود. اینجا دو تا نکته هم بگم امروز برای شما که این نکات خیلی مهمه تو مصاحبه هم اخیراً اشاره کرده بودم. یک هفته به حرمت به شما که عرض کردم تا
طبعا رحلت امام کشور قوا بود دیگه، معرکه ای بود و اینا، کس خوبی بود، تعدیل بود، استانش بود دیگه. یه هفته بعد شروع شد، واقعا هفته بعد که شروع شد اون وقت بالا شدیم، همون جریان که تو مجلس هم بحث باش بود، تو شهر نگهبان هم اختلاف باش بود، تو مجلس دوم هم بحث ها باش بود، دیدیم یه فضای جدیدی شروع شده از تقویت ولایت و از اختیارات ولایت. یعنی دیدیم الحمدلله فضای ولایت یک فضای جدیدی شده، با اینکه امام و بنیانگذار و با اون خصوصیاتی که امام داشتی هستن، استاد همه و اونم جامع معقول و منقول، و با اون خصوصیاتی که امام داشت، اما فضای دیگری شده. و به شما که عرض کنم بحثایی میکنن چی اضافه کنیم چی بذاریم، که من یکی شهد من الان میگم، یکی شهد نگم یا حتما نمیگم. یه بحث مثلا شد راجع به ولایت مطلق، اصلا هیچ بحث ولایت مطلق اصلا نبود قبلا که تو قانون اساسی بیاد. اینا رو در نشش باید با دقت کنیم. من یادم میاد مرحوم آیت الله آذری بود و آمد گفت که آره بعد پاسترا دارن به اون بگن آقای افشار اون موقع مسئول بسیج بود، گوشوی نامه نوشته به من، یا گفته آقا ولایت مطلقه که مبنای امامه تو قانون اساسی بذارید، چقدر بعده که تو پاسدارا اینا بدونن و بفهمونن مصلحت اونا به ما بگن و باید بذاریم. خب اونجا خیلی محل بحث شد که خب لفظ مطلقه که بذاریم در قانون دیار و بعد مثلا قیامتی که داره، اختیاراتی که اونجا میاد، آیا باشه آیا نباشه، بحث شد مفصل که باز من باید از افرادم سوال میکنم. من تو حافظم هست که خدای خامنه‌ایم دیر میرفت مردم ابراز احساسات میکردن، بیعت میکردن، بساط داشتن، اونجا گاهی میامد تو جلسات مینشست، تو جلساتی مطلقه نشستن و گفتن حالا که بحثش شده، اگه بحثش نشده بود اشکالی نداشت، ولی حالا بحثش نشده دیگه خوب نیست گذاشته نشه. لذا یکی لفظ مطلقه بعد از امام بود که اصلا اصلا بحثش نبود. یکی مدت بحثش بود با اون که مدت 10 سال گفتم حالا به این امام بنیان گذار بوده، سنش هم اونجوری بوده، او هر دلبی هم مدت تعیین 10 سال مدت تعیین کرده که رأی هم آورد 10 سال احساس بکردیم چیزی بقید مانع رأی گیری خودشون شده بود و منتها با بیانی که آقای خزلی کرده بود. اینم یکی از نکاتی که در اونجا رخ شد، یه قانون است. و یه نکته مهمتری که من برای شما لازمه بگم، خدا عنایت کرد، خلاصه اون فرشته هایی که آدم هدایت میکنن، امام موارد تغییر قانون اساسی رو مشخص کرده بود که دیگه به هم نخورد. اگر مطلق بود یا اگر چنانچه مثلا این موارد مشخص کرده بود و مثلا تو حکمش گفته بود که حالا اگه مواردی دیگه هم بود به من مراجعه کنید، خب دیگه حتما
تلفن مراجعه به آقای خامنه‌ای میکردم به موارد دیگه، چون بعضی جاهای دیگه اصلا پس شد که اصلا تغییر بده، اصلا شوراها بعضی ها پس میکردن که اصلا شوهارها رو بیاسه تغییر بدیم و اینا. چون قانون حل شوراها مثلا یادم میاد صحبت بود، حتما جایی دیگه قاعدت هم میشود، ولی امام مشخص و معین کرده بود. و یکی از بحثایی هم که اونجا شد که آقای یزدی و اینو مفصل صحبت کردن تو مشروع مذاکرات هست، که حالا چون امام گفته و نظرش اینه و قبلا هم تو قانون اساسی شرط مرجعیت بوده، مرجعیت خوبه برداشته باشه همون مجدیه که مجتهد در رأس باشه، که جام حسابی اونو بحث کردن که مسئله اجتهاد تا مسئله مرجعیت دوتاست. مرجعیت یکی آن تو خواست داره مقدماتی داره و حوزه ها و قرآن ها یه حرف ها، و مجتهد نهم کرد که تصدیق اجتهاد بکنن یا اینقدر شخصیت علمیش مبرهم باشه و روشن باشه که مجتهده کفایت کنه، وضع تقلید جدا. این قضایای اولیه خبرگانه که عرض کردم شد تا مجلس انتخابات انجام شده.